درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و زندگانی آن حضرت سوالات و شبهاتی در فضای مجازی مطرح می شوند که گاهی فراگیر و همگانی است. برخی از این سوالات برآمده از ذهن معتقدان و بیشتر عوام مردم و برخی نیز بافته افکار منکران و خدعه منحرفان است. در این راستا با استفاده از آیات و روایات به این شبهات پاسخ داده ایم. شبهه امامت حضرت در سن 5 سالگی. حضرت یحیی علیه السلام در 6 سالگی به نبوت رسید. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: ای یحیی، کتاب خدا را با قوت بگیر و فرمان نبوت و عقل کافی در کودکی به او دادیم. سوره مریم آیه 11. خدای متعال در قرآن درباره نبوت حضرت عیسی علیه السلام در حالی که هنوز به 1 ماهگی نرسیده بود می‌فرماید: گفتند چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟ ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و گفت: او کتاب آسمانی به من داده و مرا پیامبر قرار داده است. سوره مریم آیات 29 و 30. شبهه غیبت طولانی. مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه به غیبت طولانی برخی پیامبران اشاره کرده و آن را امتحان ایشان دانسته است. حضرت هود، حضرت یوسف، حضرت یونس و حضرت ادریس علیه السلام از کسانی بودند که مدتی طولانی در غیبت به سر بردند. درباره غیبت حضرت ادریس علیه السلام گفته شده که آنقدر غیبتش طولانی شد که یاران او می گفتند اگر کسی بود می آمد، شاید جانش را گرفتند که نمی تواند بیاید. در روایات آمده که درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز برخی چنین خواهند گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: به خدا قسم، امام شما دوره ای از روزگار شما را در غیبت به سر می برد. شما آنقدر مورد آزمایش های سخت قرار می گیرید که می گویید او مرده است، او را کشتند، هلاک شده است. شبهه عمر طولانی. سن مبارک حضرت حدود 1187 سال است. درباره حضرت عیسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام که اعتقاد به حضور آنان دارند اشکال نمی کنند، در حالی که سن حضرت عیسی اکنون 2020 سال و سن حضرت خضر 4000 سال است. از نظر آنها خداوند قادر متعال حقیقتاً عاجز از این است که عمر طولانی به کسی مرحمت کند. این شبهاتی که مطرح می شود غالباً از روی بغض است و فقط درباره فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها میگویند. درباره فرزند حضرت مریم سلام الله علیها چنین چیزی را نمیگویند و حال آنکه او نیز همین طور است. شبهه رجعت. ما اعتقاد داریم که رجعت در مقطعی از ایام حضور امام زمان اتفاق می افتد. در آن مقطع برخی از کسانی که از دنیا رفته اند و وارد برزخ شده اند بر می گردند. اهل بیت علیهم السلام قطعا از کسانی اند که بر می گردند. در زیارت جامعه کبیر هم می خوانیم: مصدقون به رجعتکم، ما تصدیق کننده ی رجعت شماییم. رجعت حقیقی قرآنی و از اصول اعتقادی شیعه است و اصلاً به آن خدشه ای وارد نمی شود. معجزه حضرت عیسی علیه السلام این بود که مردگان را زنده می کرد، یعنی کسانی را که وارد عالم برزخ شده بودند به دنیا بر می گرداند. در دعای عهد نیز امیدوارانه می خوانیم: تا آن زمان ما را برگردانند. خدایا اگر من مردم مرا برگردان که پا به رکاب امام زمان باشم.